رود و وقت بخیر و سرویس خبر این ساعت شبکه جهانی هزار آورد با من بلقیس بهار و همکارم منیر سمدی خوش آمدید سرخط خبرها ریچارد بیند خواستار تحقیقات درباره حمله اخیر در کابل شد جورجیت گاگنون به حیث ماون سیاسی یونما تعیین شد رهبر طالبان به مسئولان این گروه در زمنگان برای تطبیق احکام و فرامین جدی باشید مرکز خبرنگاران نشرات تلویزیون ملی در قندهار بر اساس قانون امر به معروف متوقف شده است. رسانه پاکستانی مدرسه در ننگرهار برای دانش آموزان حمله انتحاری آموزش می دهد. خروج شفته ای امریکا از افغانستان بلنکن به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان احضار شد. رینا امیری صبر با طالبان رو به است. یک زن بیوه در هلمند به دلیل خواستن حقوق شوهرش تیروان شد. مشروع اخبار ریچارد بینت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان خواستار تحقیقات کامل درباره حمله مرگباری روز دوشنبه در کابل شده و گفته است که عاملان این حمله به دست عدالت سپرده شوند او امروز چهارشنبه چهاردهم سنبله در صفحه ایکس خود این حمله را تکان دهنده خوانده و نوشته است که هیچ چیز چنین خشونتی را توجیه نمی بنت به خانواده های قربانیان همدردی کرده و افزوده است افراد مسئول باید پس از تحقیقات کامل و محاکمه عادلانه به دست عدالت سپرده شوند از روز دوشنبه در منطقه دارالامان کابل یک مهاجم اندهاری کارمندان ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام طالبان دادستانی کل را هدف قرار داد این کارمندان زمانی هدف قرار گرفتند که پس از ختم کار در حال خروج از اداره بودند. پلیس طالبان در کابل می گوید که در این حمله شش نفر از جمله یک زن کشته و سیزن نفر دیگر زخمی شدند. اما منابع می گویند که در این حمله هشت نفر از جمله شش جوان بدخشانی کشته شدند. این جوانان داستان و کارمندان داستانی کل حکومت پیشین افغانستان بودند که پس از تحولات به کارشان در اداره نظارت و تعقیب فرامین و احکام طالبان ادامه داده بودند. مسئولیت حمله روز دوشنبه را گروه داعش بر عهده گرفته است. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد جورجت گاگنون را به حیث معاون سیاسی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تعیین کرده است. خانم گاگنون شهروند کانادا است و جانشین مارکس پودزل، دیپلمات آلمانی شده است. در بیانیه سازمان ملل متحد آمده است که خانم گاگنون بیش از 28 سال تجربه در حمایت از روانهای سالسازی و رهبری ابتکارات استراتژیک در مورد حقوق بشر، اقدامات بشر دوستانه و توسعه در محیط های منازعه و پسا منازعه را دارد. دیبرا لوینیز کانادایی و عنوان نماینده خاص دبیر کل سازمان ملل در کابل تعیین شد. او از سال 2021 به عنوان معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای لیبیا کار کرده است. خانم گاگنون همچنین از سال 2010 تا 2015 و عنوان مدیر حقوق بشر در یونمای کابل کار کرده است. جورجت گاگنون در رشته حقوق در دانشگاه یورک در تورنتو و دانشگاه اسکس بریتانیا تحصیل کرده است. رهبر طالبان در سفرش به ولایت سمنگان از مسئولان محلی این گروه خواسته است که برای تطبیق احکام و فرامین جدی باشند دفتر والی طالبان در سمنگان در خبرنامه گفته است که خونزاده روز دوشنبه دوازدهم سنبله به این ولایت سفر کرده است بر خبرنامه رهبر طالبان در دیدار با مسئولان این گروه در سمنگان بر حفظ اتحاد و اتفاق و دوری از تفرقه و تعصبات زبانی قومی و جغرافیایی تاکید کرده و تمام مسئولان خواسته که برای تطبیق احکام و فرامین جدی باشند در خبرنامه دفتر والی طالبان در سمنگان به نقل از رهبر این گروه آمده است دو قش باعث آرامش و حفظ اتحاد می شبند. و این دو قش همانا حاکمان و آلمان هستند چونش آلمان از گفتن حق راسی نداشته باشند و حاکمان هم از صدر قهکان و فرامین فاصله نگیرند مردم همواره در آسایش هستند و هیچگاه خودشان را از حکومت دور نمی و افزوده است که تمام بدبختی های چند اخیر در افغانستان اختلافات و تشکیل ملوکل توایفی بوده است. هیبت الله زاده خواستار تلاش مسئولان طالبان برای نزدیکی مردم به حکومت این گروه شده است و در سفرش به شمال کشور به برخی از ولایت های دیگر نیز سفر کرده است. این نخستین سفر رهبر طالبان به شمال افغانستان است. زاده ظاهرا در ولایت ها با مسئولان طالبان دیدار می کند. او تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. تاکنون از رهبر طالبان تنها یک عکس منتشر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که نشرات محلی تلویزیون ملی در قندهار بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان متوقف شده است. این مرکز امروز سه سی شنبه 13 سنبله با نشر بیانیه جلوگیری از فعالیت واحد قندهار تلویزیون ملی را خلاف قانون رسانه ها و یک عقبگرد بسیار جدی در زمینه کار رسانه های تصویری در کشور دانسته است. در بیانیه مرکز خبرنگاران آمده است در حالی که تلویزیون ملی در کابل و در واحدهای ولایتی از آزادی عمل و پوشش منصفانه رویدادها برخوردار نبود اما دیده می شود که فعالیت آن حتی در این سطح نیز در قندهار قابل تحمل نیست و گفته این مرکز دستور جلوگیری از فعالیت تلویزیون ملی در قندهار در 23 اسد از سوی اداره محلی طالبان به صورت شفاهی به کارمندان این تلویزیون ابلاغ شده بود. اما این محدودیت از ماه گذشته پس از توشی قانون امر به معروف و نهی از منکر وارد مرحله تازه شده است. در مادی افده این قانون نشر اکس های زندجان ممنوع شده است. در مادی 29 هم نیز آمده است که معمور امر به معروف وظیفه دارد تا دا از سوی استفاده از تایب، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تماشای عکس و فیلم اشیای زندجان در کامپیوتر، موبایل و سایر اشیای مانند آن جلوگیری کند. مرکز خبرنگاران افغانستان از مقام های تصمیم گرنده طالبان در قندهار خواسته است در دستور جلوگیری از فعالیت تلویزیون ملی در این ولایت تجدید نظر کنند. رسانه سما تیوی به نقل از روح الله یکی از دانش آموزان مدرسه تحتیل قرآن در ننگرهار گزارش داده است که این مدرسه دینی در آموزش بمگذاری انتحاری تخصص دارد. این رسانه روز سه شنبه به سیزده نگاشته است که روح الله پس از آموزش نظامی در مدرسه تفتیر القرآن واقع در روستای تورتای منینگرهار توسط یک موتر سبز رنگ و به کمک امان الله و سجاد برای انجام حمله وارد پاکستان شده است. روح الله فاش کرده که ده روز در این مدرسه آموزش حمله انتحاری دیده است. به گفته وی پس از ورود به پاکستان از دو همکارش جدا شده و برای مشخص شدن مکان حمله با فردی به نام سلیمان دیدار کرده است در گزارش سما تیوی آمده است که شواهد به دست آمده ادعای پاکستان مبنی بر حضور شبه نظامیان مخالف دولت این کشور را در خاک افغانستان زیر سرطه طالبان تایید می کند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند روز گذشته نیز پی تی وی گزارش داده بود که طالبان برای نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستانی تی وی پی و مزاحم محسود همکار او جواز اقامتی ویژه در افغانستان و حمل سلاح صدر کردند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا آنتون بلینکن وزیر خارجی این کشور را برای شهادت درباره خروج از افغانستان اعزار کرده است. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز سه سی شنبه سیزده سنبله در یک نامه از آنتونی بلنکن خواست که به تاریخ 19 سپتامبر برای پاسخگویی درباره خروج واشنگتن از افغانستان حاضر شود مکال تاکید کرده است که بلنکن از جمله افرادی است که نقش برجسته درباره تصمیم خروج از افغانستان داشته است رئیس کمیته روابط خارجی امریکا خاطر نشان کرده است که اگر بلنکن برای پاسخگویی حاضر نشود با اتهامات آمیز مواجه خواهد شد در همین حال متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است که ممکن آقای بلنکن نتواند در تاریخ مشخص شده برای شهادت حاضر شود میلر همچنان احزار بلنکن به مجلس نمایندگان را غیر ضروری خوانده و افزود که او بیش از چارده بار درباره خروج از افغانستان شهادت داده است این در حالی است که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا بارها نحوی خروج واشنگتن از افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و جو بایدن را مسئول این خروج آشفته دانسته اند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای زنان افغانستان میگوید که حمایت واشنگتن از مردم کشور پابرجا است اما صبر با طالبان رو به اتمام است امیری روز شنبه سزاهم سنبله با نشر پیام در برگیکس خود گفته است که نگران هایش را در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در قطر و امارات متحده عربی بیان کرده است و افزوده است که هدف این قانون کامل کردن حذف زنان از زندگی عمومی است او تصریح کرده است پیام من روشن بود حمایت ما از مردم افغانستان همچنان پاورجاست. اما صبر با طالبان رو به اتمام است راه مشروعیت داخلی و بین المللی رعایت حقوق مردم این کشور است با این حال رینا امیری مشخص نکرده که نگرانی هایش را با چه کسانی در قطر و امارات متحده عربی مطرح کرده است در قانون جدید طالبان حتی صدای زنان عورت دانسته شده است پیش از این دفتر حیات معاونت سازمان ملل متحد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان را دیدگاه ناراحت کننده برای آینده افغانستان توصیف کرده بود کارشناسان سازمان ملل متحد نیز گفته بودند که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان نشان دهنده عقبگرد جدی حقوق بشر در افغانستان است منابع محلی در هلمند میگویند که مردی در این ولایت خانم برادرش را پس از خواستن حقوق شوهرش با ضرب گلوله به قتل رسانده است منابع روز چهارشنبه چهارده سنبلک گفتند که این رویداد در منطقه لرکن ولسوالی کجکی رخ داده است به گفته منابع شوهر این زن یک سال پیش فوت کرده بود و او با سه فرزندش زندگی می کرد مسئولان محلی طالبان در هلمند تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند، گفتنی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، خشونت‌های خانوادگی در این کشور افزایش یافته است. چند روز پیش نیز مردی در ولسوالی دامان قندهار همسر خود را به دلیل گریه کودکش با تبر به قتل رسانده بود. از این که تا پایان این سرویس خبری با ما بودید، جهان سپاس تا دیدار بعد بدرود